با سلام به شما بینندگان عزیز، به ویژه هموطنان داخل کشور، و با سلام و درود به روح پاک 30,000 گل سرخ شهدا قتل عام 67، و با تشکر از اینکه مرا به این برنامه دعوت کردید. من سال 60 خونم در اختیار سازمان گذاشته بودم. خودم هم در اطلاعیه پخش میکردم، روزنامه میفروختم و رابطه مادرها بودم، رابطه زندان بودم، تا اینکه به توسط یه نفر دستگیر شدم. بعد من بردن سپاه، بلافاصله بردن اتاق شکنجه، سوال جواب میکردن که یه بچه دو ساله بغلم بود، وقتی ضربه شلاق میزدن پشتم، این ضربه میخورد به ناخونای بچه که ناخوناش افتاده بود، بعد خون ریزی میکرد. خودم احساس میکردم پشتم داره داغ میشه، فکر میکردم مال همین ضربه شلاقه، ولی بعدش دیدم که نه، این بچه ناخوناش از هم جدا شده. بعد پاسداره میگفت که شما خودتون منافق هستین، بچه هاتون هم باید اعدام بشه. که بعد دوباره میگفت از شما هیچ نسلی نباید زنده بمونه. یه لحظه من چشم بندم زدم بالا، دیدم که دوراندور اتاق پاسدار و آخونده نشستن، که پاسداره یه مش زد تو صورتم. بعد بلافاصله بعدش دیگه بردن دوباره زیر شکنجه. تا صبح من زیر شکنجه بودم. اونجا به این میگفتن که هر موقع حاضر شدی که حرفت بزنی، مچت بازو بسته کن. که من وقتی اینا فکر نکنن که من حرفی دارم با اینا، اینقدر مچم فشار داده بودم، اصلا ناخونام کف دستم پاره کرده بود. که بعد از اون که هر روز این تکرار میشد، صبح می بردن در اتاق شکنجه، یا خودم بودم یا بچه های دیگه رو که شکنجه می کردن، بیشتر خودم عذاب می کشیدم. صدای شکنجه بچه ها بیشتر خودم عذاب می داد. حاضر بودم خودم زیر شکنجه باشم تا اینکه صدای خواهرها رو که شکنجه می کنن، چه خواهر برادر، من پشت در انتظار شکنجه باشم. بعد سال 67 مجدد من دوباره دستگیر شدم. بعد وقتی من بردن دوباره سپاه، چشم‌بند زده بودم، ولی از زیر چشم‌بندم من می‌دیدم که تمام بچه‌ها رو که قبلاً آزاد شده بودن، همه رو دستگیر کرده بودن، برده بودن، ولی زیر رامی رفتی کف سلول، کف زندان پر بود نفراتی که همه روز آورده بودن برای همه چشم بنده نشونده بودن، چشم بسته نشونده بودن توی سالن زندان. من خانوادم 15 نفر شهید شدن از خانوادم. برادرم حسین 33 ساله لیسانس جامعه شناسی بود. خواهرم معصومه 25 ساله دیپلم بود. برادرم مصطفی 16 سالش بود دستگیر شد. خواهرم خدیجه 22 سالش بود دانشجو. بعد همسر برادرم مهناز یوسفی لویه 27 سالش دیپلم بود. همسر برادرم فاطمه پولچی 24 سالش بود. پسر عموم سیف الله 27 سالش بود. پسر عمم حسین کریمی 25 ساله مهندس بود. محمود پولچی 27 ساله، مرتضی حیدری 29 سال، بهجت حیدری 18 سالش بود دستگیر شد، شعبان قلی‌پور 27 سالش بود، جعفر کریمی پیمان 29 سالش بود، محمد علی توتونچیان و پرویز خواهرزادم 30 سالش بود شهید شد.
بعد هم حسین 19 خرداد سال 60 دستگیر شد. به مدت 1.5 سال در انفرادی بود. 6 ماهش در زیر پله اوین یه جایی بود که به شکل مثلا 1 نفر در حالت نشسته اونجا. هیچ کس از این خبر نداشت. به توسط علی توتونچی ما اطلاع پیدا کردیم که حسین زنده است. بعد از اون حسین تمام طول زندانیش زیر شکنجه بود. هر چیز دستگیر میشد حسین میرفت زیر شکنجه. به مدت 7 سال و سخت‌ترین شکنجه ها رو بهش اعمال کردن. ولی لب نگشود، حرف نزد. سال 61 که من زندان بودم خودم، بعد من رفتم برای وضو گرفتن، دیدم که توی قسمت یه تشت پر از لباس خونی هست که اطرافش هم همه جاش خونی شده بود، که شروع کردم لباس رو بشورم. بعد به هم بندیم گفتم که احساس میکنم این لباس ها لباس های حسینه. بعد با خودم سوال شد که این حسین اینجا چه کار میکنه؟ حسین که در اوینه. ولی الهام انگار یه چیزی به چیز داده بود. این همسلولیم گفت که حسین که اینجا نیست، حسین تو اوینه. بعد وقتی من لباس ها رو شروع کردم شستم، بعد با یه تیک های ابر این خونش پاک کرده بودن، اینا رو زدم به آویزون کردم. بعد گفتم که اگر اون کسی که مال هر زندانی هست بدونه که با تیک ابر خونش پاک کرده، لباس ها رو برداره. بعد روز بعدش دربان پاسداری که دربان ما بود آمد در باز کنه، گفت که اگر من میدونستم حسین برادر توه بهت ملاقات میدادم، که حسین از اوین آورده بودن اینجا، خیلی شکنجش کردن، بعد نتونستن ازش اطلاعات بگیرن، من بعد رگش زد، من نجاتش دادم. که اون لحظه من خودم همون احساسی که داشتم که لباس ها رو میشستم، خودم فهمیدم که این لباس های حسینه که دوباره برگردنده بودن اوین. شکل شهادتش هم اینطوری بود که 15 سال بهش زندانی داده بودن، 7 سال بدترین شکنجه ها رو بهش اعمال کردن، بعدش هم تو قتل عام اعدام شدن. بعد از اون به ما ملاقات دادن، گفتن که بیاییم برای ملاقات. بعد وقتی ما جمع شدیم رفتیم برای ملاقات برای باقی مونده ها، بعد مادرم گفت که میدونی این اون موقعی که امام حسین شهید کردن، یزید آب به روی امام حسین بسته بود. بعد گفت بیاین وقت امام حسین شهید کرد آب باز کرد، گفت بیاین آب بخورین. این ملاقات بر من حرامه. بعد لاجوردی دجال برگشت گفت که میدونی به پسرت چه کار کردم؟ چسبوندم به سینه دیوار، خودم 7 تا گلوله خالی کردم بهش. که اون لحظه مادرم برگشت با تمام شجاعتش گفت، دستاشو بلند کرد گفت پسرم شیرم حلالت که به یزید بیعت نکردی. که اون لحظه دیگه مادرم نیامد برای ملاقات. معصومه خواهرم 18 سالش بود دستگیر شد به خاطر افشاگری. بعد آزاد شد، دوباره در مشهد دستگیر شد که بردنش زندان وکیل‌آباد. تمام مدتش تو انفرادی بود. وقتی مادرم ازش سوال میکرد معصومه تنهایی، بعد برگشت گفت مامان جان من تنها نیستم، خدا همیشه با ماست. با امکانات خیلی کم کار دستی کار میکرد.
گلدوزی بافتن اینا میکرد، میگفت اینا رو بفروشین پولیچه بدین به سازمان. 5 سال بهش حکم داده بودن. هر موقع مادرم از سوال میکرد که این حکمش تمام شده که آزاد میشه، بهش میگفتن که معصومه رو آزاد نمی کنیم. اگر آزاد کنیم امروز آزاد بشه، فردا پیش سازمانه یا پیش مسعود رجلیه. هیچ وقت معصومه رو آزاد نمی کنیم. تا اینکه معصومه سال 67 با همبندیش زهرا شریفی به شهادت رسیدن. برادرم مصطفی اواخر سال 60، 16 سالش بود که دستگیر شد. بعد وقتی بردنش، این تمام مدت زیر شکنجه بود. با اینکه جثه‌اش خیلی کوچیک و ضعیف هم بود، خودش بیشتر اوقات در بهداری اوین بود. بعد یه خاطره هم ازش داشتم که قبل از سن 16 سالش، شاید هم 15 سالش بود، این وصیت نامش نوشته بود. نوشته بود که من مال دنیایی ندارم، یه دونه موتور دارم، با قراره بابام دو دانه خونه برام بخره، اینا رو تقدیم به سازمان میکنم. که این وصیت نامش لول کرده بود، گذاشته بود تو کمدش، با یه نوار قرمزم بهش بسته بود که بعد از خودش ما اینه تقدیم سازمان بدیم. در قتل عام 67 اولین نفرایی بود که خبر شهادتش به ما دادن. پدرم میره کمیته بهش ساکش میدن، میگه مصطفی اعدام شده. من و پدرم رفتیم بهش زهرا دنبال جایی میگشتیم که ببینیم جایی تازه خاک کردن، جایی هست که اونجا یه مادر علی بود که پسرش سال 60 اعدام کرده بودن، یه دونه پسر داشت. این تمام زندگیش سر اون قبر پسرش بود، تمام مدت از سال 60 تا 67. ما رو که دید شروع کرد به گریه کردن، چرا شما، کجای این شما، کجای این شما. بعد شروع کرد قتل عامه که گودالی که کنده بودن، شروع کرد برای ما تعریف کرد، گفت که گودالی کنده بودن. بعد تولد پسرش بود، کیک و شم اینا گذاشته بود، با یه تعدادی از مادرها پیشش بود. بعد وقتی میبینه که هوارم گرگه میشوده، تاریخ داشته میشوده، میبینه دوتا کامیون اومد. بعد شروع کرد جنازه ها رو روی قبر توی همون گوداله دارم میریزن. بلافاصله به مادرها میگن شما برین، ولی من همینجا میمونم. بعد میفته روی قلب، بعد میبینه که دارن هی جنازه ها رو، شهدا رو دارن میریزن توی اون گوداله. بعد شروع میکنه داده بیداد، یعنی گریه کردن. پاسدارا میشنون، میان با لگد میزنن، میگن چه خبرته، چیه، چی دیدی؟ میگه ولم کنی، من تولد علیه. بعد بلندش میکنن، چادر رو میکشن سرش، میبرن لب جاده ولش میکنن. بعد از اون به بعد دیگه مادرها کنجکاو شده بودن، هر روز میرفتن سر مزار که کجا گودال کندن و جمعی خاک میکنن. یه جایی رو دیده بودن خواهرها رو دارن همین با کامیون میارن میریزن، با بلدوزه خاک میریزن روش، یا قسمت های دیگه. چند قسمت بهش زهرا رو مادرها دیده بودن که به ما اطلاعاتش داد. گفت خواهرم خدیجه وقتی دستگیر شد، بردنش زندان، بعد زیر شکنجه، خواسته بودن پدرم بره ملاقاتش. وقتی پدرم رفته بود، گفته بود چی میخوان از تو؟ گفته بود من چیزی ندارم که از من بخوان، اینا مصاحبه میخوان، من مصاحبه نمی کنم. که اونجا به پدرم گفته بود که من یه انگشتر دارم، با ساعتش در آورده بود بده به پدرم. بود 3 نفر بودیم که دستگیر شدیم، 2 نفر اعدام شده، 2 تا از خواهرامون اعدام شده، منم حکمم اعدامه، اینا مصاحبه میخوام ولی من مصاحبه نمی کنم. از شما هم خواهش میکنم به اینا التماس نکن برای ملاقات، بیای برای ملاقات، به اینا التماس نکن. بعد دیگه وقتی اینا دیگه بوده، انگشترش داده بود با ساعتش به پدرم، گفته بود که این یادگاری حسینه،
اینم ساعت همه شما ببرین. برگشته بود که پدرم گفته بود که سلام منم برسونین، به همه سلام برسون، سلام منو برسون، اینا رو بفرستین برای سازمان. که دیگه بعد از 3 ماه زیر شکنجه به شهادت رسید. همسر برادرم مهناز در عین بارداری قبل از 30 خرداد به سال 60 در خونه پدرم با اضافه 25 نفر دستگیر شدن. مهناز و خدیجه را بردن زیر شکنجه، شدیدترین شکنجه که حالش بد شد میبرن بیمارستان و دکترها و پزشکا اینه دکتر و پرستارا فرارش دادن. همبندی مهناز از او به عنوان یک زندانی مقاوم و تسلیم ناپذیر نام می بردن و دست از جان فرزندش شست و با تمام وجود و شهادت رسید. یعنی سال 67 تو قتل عام شهید شد. پرویز نظری خواهرزادمه، مجاهد شهید پرویز نظری که بعد از قتل عام خاله و دایی‌هاش اومد تو سازمان پیش مجاهدی، که خودش خیلی خندان و سرشار، خیلی مایه‌گذار بود. پرویز همیشه مشتاق آزادی بود. بعد از من سوال میکرد که خاله من به آرزوم رسیدم. میگفتم آرزوت چی بود؟ میگفت آرزوم این بود که هرچند دایی‌هام و خاله‌هام شهید شد، آرزوم این بود که من به ارتش بپیوندم که بتونم ذره‌ای از صدای اونا باشم، بتونم پیام اونا رو به مردم ایران برسونم. پرویز تمام عشقش، آرزوش به این بود که بتونه مردم ایران رژیم سرنگون کنه و مردم ایران آزاد بشن از دستی، چون رنج و سختی های اونجا رو دیده بود. و بعد از شهادت قتل عام که خودش رسون به ارتش آزادی بخش و شهید شد و جاویدانه شد با قتل عام 30,000 شهید. با تشکر از اینکه مرا با این برنامه دعوت کردید و از خواهر مریمم تشکر میکنم که این جنبش دادخواهی را انداخت که ما بتونیم گوشه ای از جنایت های رژیم بتونیم بیان کنیم. و از خانواده های شهدا تشکر میکنم و درخواست دارم که هر کدوم از عکسی از شهدا دارن، نامی از شهدا دارن، بفرستم برای سیمای آزادی که بتوانه افشا کنه جنایت این رژیمی که
چی ها کرده. خیلی ها هستن که هنوز نه بیان شده نه گفته شده. از همه خانواده های شهدا درخواست داریم که اینا رو بفرستن برای سیمای آزادی. با تشکر از همه.